برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر افضلی، به نظر شما اجلاس دوحه دستاوردهای مثبتی هم برای مردم و افغانستان در پی خواهد داشت؟ با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، به نظر من چنین جلساتی بدون در نظر گرفتن اراده جامعه مدنی افغانستان نتیجه نخواهد داشت و سازمان ملل هم مسیر اشتباهی را طی میکنه که از این طریق در واقع رفتارهای مجرمانه و برخلاف حقوق بشر را تایید میکنه. گروهی که فعلا حاکم بر افغانستان هستند هنوز در لیست سیاه گروه‌های تروریستی هست و هنوز در لیست سیاه پلیس فدرال آمریکا هست رهبران این گروه، و سازمان ملل به جای اینکه با گروه‌های تروریستی مبارزه بکنه در صدد تعامل با اونها هست و این نشون میده که مسیر غلطی است، به دلیل اینکه گروه‌های تروریستی متعددی الان وجود دارن و مترصد چنین اوضاع احوالی هستن. اگر قرار باشه با گروه‌های تروریستی به جایی که مبارزه صورت بگیره با اونها تعامل صورت بگیره، گروه‌های دیگه هم جرأت بیشتری پیدا می‌کنن و در صدد براندازی حکومت‌ها و به قدرت رسیدن اونها هستند که از این گروه‌ها کم نیستند در آسیای میانه، در آفریقا و خیلی از کشورهای دیگه می‌تونه آینده مبهمی را داشته باشه. و به صورت خاص در جامعه افغانستان سازمان ملل به عنوان یک نهاد متولی برقراری صلح و امنیت جهانی باید در راستای راهکارهای بنیادین باشه، نه که گروه حاکم بر افغانستان رو که نافذ تمام قوانین بین المللی تا اکنون بوده هست و هنوز هم ادامه داره و نیمی از جامعه رو از ابتدایی ترین حقوقشون که از جمله حق آموزش باشه محروم کردن، اون وقت سازمان ملل برای اونها تعامل بکنه و اونها رو در اجلاس ها شرکت بده و به عنوان یک حکومت رسمی و مشروع برخورد بکنه. این مسیر غلطیه که طی میشه و هیچ وقت به نفع جامعه افغانستان نبوده و افرادی هم که شرکت میکنه به نمایندگی از جامعه افغانستان نیستن. سپاس از شما دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.